فوتبال افغانستان در کجا بود؟ حال در کدام جایگاهی قرار دارد؟ و قرار است به کدام سو برود؟ موضوع برنامه گفتگوی ویژه ما با سرپرست فدراسیون فوتبال افغانستان محمد یوسف کارگر همین است. در لابلای این موضوع سوالات دیگر نیز خواهم داشت. کارگر صاحب سلام. سلام علیکم. کارگر صاحب، فوتبال افغانستان در وضعیت فعلی در کجاست؟ در گذشته در کجا بود؟ و به کدام سو روان است؟ فوتبال افغانستان از یک مقطع بسیار محدود شروع به فعالیت خود کرد و مطابق به یک استراتژی، یک پلان و برنامه ریزی و یک مدیریت با امکانات بسیار ناچیز تانستند که در سطح آسیا مطرح شود و بالاخره با امکاناتی که اشاره کردیم ناچیز ما تانستیم قهرمانی مسابقات جنوب آسیا را از آن خود کنیم. مرحله به مرحله فوتبال افغانستان پیش رفته. کارگر صاحب، اما ما در گذشته یک تیم داشتیم که در جنوب آسیا قهرمان شد، اما حال ما در مقابل باشگاه‌های مختلف در ترکیه باختیم، در تورنمنت آیرمارین باختیم و نتیجه‌ای که مردم افغانستان از تیم ملی افغانستان توقع داشتن نگرفتیم. شما در یکی از گفتگوهایتان گفته بودید که افغانستان تیمش در سال 2013 آب نداشت اما قهرمان جنوب آسیا شد. حال چرا؟ چرا ازی بر میخوره؟ به این که اول مایی که در کجا بودیم، بحث دومشمون در کجا هستیم و کجا میخواییم برویم. ما تیم ملی فوتبال افغانستان در یک جایگاه خود رسیست و میخواستیم کجا باشیم. ما از مسابقات جنوب آسیا خارج شدیم، میخواستیم در آسیای مرکزی شامل شویم و شامل هم شدیم. آسیای مرکزی سطح بالاتر از مسابقات جنوب آسیا بود، گرچه که ما مسابقات جنوب آسیا هم قهرمانی خود با مربیایی که خارجی که داشتیم، پلیرهای خارجی داشتیم، او را ما از دست دادیم و قهرمانی خود، اما سطح مرکزی تیم سطح بازی‌های آسیا یک سطح بلندتر و بالاتر است، مثل تیم‌های قهرمان آسیا در حضورشان در جام جهانی ایران و ازبکستان و ترکمنستان. این سطح بالاتر است که برای انکشاف فوتبال افغانستان یک سطح بالاتر بسیار مؤثر بود. ای که ما چرا نتونستیم نتایج بگیریم، رهبری گذشته تیم ملی فوتبال افغانستان نتونستند که یک مدیریت سالم را در داخل تیم ایجاد کنه، ایجاد یک انگیزه برای ورزشکاران و رجوع کردن برای پلیرهای خارج از افغانستان. ای باید سوال داریم، حتما میگویم کارگر صاحب، یعنی شما میگوین که تیم به عقب رفته؟ تیم به عقب نرفته، تیم سطحش از لحاظ تکنیکی و از لحاظ تاکتیکی او که پیش ما بخش فنی است بسیار سطح بالای تیم داره، اما مدیریت درست در تیم وجود نداشتن. مدیریت درست به این معنی بودن که امانگی تیم بسیار مهم است. تیمی که از افغانستان تشکیل شده بود 6 سال مکمل در افغانستان اونا تمرین کردن، یک امانگی کامل بین اعضای تیم وجود داشتن. پلیرهایی که از خارج می آمدن و پلیرهای افغانستان با یک روحیه و انگیزه ملی خود برای فوتبال خود می رفتن. حالا نیست؟ آیا ما انگیزه میان ورزشکاران یا فوتبال بستان؟ این انگیزه لازم است که منیجر قوی در تیم باشه، مدیری قوی در تیم باشه که بتونن ایجاد یک انگیزه را برای وجود ورزشکاران بتن. مثلا ما در تیم ملی قهرمان شدیم، ما برای ورزشکارای خود میگفتیم که 35 میلیون نفوس افغانستان چشم امیدشان به طرف شماست و هیچ وقت به طرف پول و به طرف ازی که ما مصدوم میشیم، به طرف صرف انگیزه و رویش ملی بوده به کشورش بودن. اگر شما در این شرایط کنونی که شرایط بسیار داغ و حساس و انتحاری و شهادت در افغانستان وجود داشته، شما اگه این قهرمانی رو ببینین، اونمو مردم عشق خوشی برشان میتونین، لبخند میتونین که همه ترام شد. دانا او انگیزه خود به خودی به وجود نمی آید، یعنی انگیزه داده میشه. ما ایره میگم که انگیزه ملی در تیم ملی فوتبال افغانستان که نام تیم ملی ماست، او قسمی که بر کشورشون یک پلیر که در خارج از کشور تولد شده باشه، بزرگ شده باشه، او ضرورت داره، زمان بسیار کار داره که بر از او انگیزه کشورش، مردمش، ملتش و افتخار مملکتش باشه. به این خاطر او لازم است که برشون از لحاظ سطح تکنیکشون و بالاترین درجه بالاتر است. بله. کارگر صاحب، سوال و انتقاد بالای شما همین است. لیگ برتر برگزار میشه، هیچ بازیکن انگیزه نداره که من یک روز میرم به تیم ملی افغانستان.
ما دیدیم در آخرین رویداد که تیم فوتبال افغانستان رفت، هیچ بازیکن از افغانستان دعوت نشد. دقیق است. علتش چی است؟ شما مسئول هستین. دقیق هستم. اما قسمی که گفتم، رهبری قبلی تیم، کسایی که باعث سرپرست تیم بودن، روابط خارجی که تمام رهبری تیم در دست داشتن، او برای کس اجازه نمیداد که تیم مداخله شود. و همیشه انتقاد ما، رئیس قبلی هم همین حرفش، همین گپای ما بودن که باید تیم ملی فوتبال افغانستان یک تیمی را در داخل از کشور داشته باشیم. که ما دو سال قبل هم همین تصمیم گرفتیم که تیم ملی افغانستان باید در داخل ایجاد شود. شما... اما نشد. اما نشد. ای که گپ شما را من تایید میکنم، که انتقاد مردم را تایید میکنم، که انگیزه ما برای مسابقات لیگ برتر سال گذشته دور مقدماتی انتخاب تیم طوفان عدی رو در انتخاب میکردیم، عید بودم رفتم در اوجه کلپا تمامش پیش ما جمع شدن. بالاخره که ما لیگ دایر میکنیم، میرین مسابقه میتیم، بالاخره سرنوشت از این پلیه را به چی میشن؟ آیا یا کدام امید داره؟ گفتم دقیقاً این انتقادتان بجاستن، ما سر از این کار داریم. به این که ما وقتی که برای پلیر یک هدف تعیین نکنیم که شما در اینجا مسابقه میتین، در این تورنمنت اشتراک میکنین، بالاخره میرین برای تیم ملی افغانستان انتخاب میشین. تیم ملی در گذشته همون قسم بود، کال ما یک سال پیش وعده میتین برای مردم اگر برگزار شد، وعده میتین ما برای رهبری تیم و مربی تیم ملی فوتبال افغانستان در تماس شدیم، اونا هم قناعت کردن که کمترین پلیرها رو ما از افغانستان رفتیم روی ورزشکارا و یا بسیار بسط پایین قرار دارد. یعنی شما میگین که بعد از این بازیکن بعد از این ما تیم ملی خود همیجا تشکیل میتیم و مربی رو هم خواستیم امرایشان صحبت میکنیم که یک تفاهم در تشکیل و در تمرینات تیم ملی مشترک باید ما ایجاد کنیم. اما قسمی که در گذشته بود تیم ملی 23 سال افغانستان ما تشکیل دادیم. 23 سال میایم، 23 سال میایم کارگر صاحب، رابطه تان با انوش دستگیر چطور است؟ انوش دستگیر یکی از مربیای ماست که با فدراسیون فوتبال افغانستان قرارداد داره. انوش دستگیر باید جوابگوی تمام مسابقات که میرند و چه چیز داره که برای ملت جواب بده. امی ما به می خاطر ما امام روز هم امرایش صحبت داشتیم، اونا انقریب به کابل میایه و ما طرح برای آینده تیم ملی فوتبال افغانستان خود داریم. بله. یکی از مشکلات دیگر که باز به مسائل دیگر هم برویم، مدیر تیم ملی برکنار شد، دلایلش پیش شما است، اما بازیکنان تیم ملی فوتبال افغانستان علیهش در صفحات اجتماعی واکنش نشان داد، مربی هم واکنش نشان داد، آیا کدام اصول است؟ هیچ نوع اصول در مدیر برکناری تیم، مدیر تیم ملی در تیم ملی را ما نباید او اشخاص، افراد یا پلیرار این سیاسی بسازید. یعنی جرم است؟ شما هیچ نوع صلاحیت و حق را یک پلیر و یک مربی نداره که وقتی که مدیر تیم ایسون میشه، مدیر تیم مربی تعیین نمیکنه، فدراسیون فوتبال افغانستان تعیین میکنه. او که چرا برطرف شد، او کار فدراسیون فوتبال افغانستان است. هر کسی که خلاف پالیسی برنامه های فدراسیون فوتبال افغانستان عمل میکنه در هر اداره این صلاحیت خود دارد. آن لازم نیست و وقت زمان نیست که من چرا با کدام دلیلایی برطرف شد، این صلاحیت فدراسیون فوتبال افغانستان. نه ای که در آنها که گفتن در صفحات اجتماعی ذهنیت آمرد یک نوع مختل ساختن که این صلاحیت فدراسیون فوتبال نیست، بازیکنان با حمایتش در صفحات اجتماعی نوشته کردن، با آنها چی خواهید کرد؟ کاش که امو کسایی که در صفحات اجتماعی حالا نوشته میکنه در گذشته ها ما قهرمان ساختم تیم ملی فوتبال افغانستان رو وقتی که پس کردن، کاش که وقت صدای خودم میکشیدن این صفحات اجتماعی. شما چی میکنید؟ کاش که وقتی که مربی تیم لالی بود، منیجر تیم بود، او پس شد، او کجا ای بسیار گپ عادی است که یک مربی یا یک چیز پس میشکنه. حالا ما بر صفحات اجتماعی خود، بر صفحات اجتماعی به ایره میگم که این صلاحیت شما نیست که ایره دامن بزنید ذهنیت مردم خراب کنید. شما ما با صفحات اجتماعی صفحات صفات آزاد استن. ما قبلا به این اشاره کردیم که از طریق خود پیج فدراسیون فوتبال افغانستان ما به این نکته اشاره میکنیم. باز هم ما این زمان دیدیم مناسب ندیدیم. هر قدر که شما دامن صفات اجتماعی بر رئیس جمهور و مر روز بر دولت هم هر چیز میکنیم. کارگر صاحب، آنها با شما قرارداد دارد، بازیکنها که میایه قرارداد میکنه و با از یک اصول است و همچنان مربی علیه فیصله شما برمیخیزد. هیچ پلیر تیم ملی در هیچ کشور در هیچ دنیایی نیست که با تیم ملی خود قرارداد کنه
با پول یا با فدراسیون. چی با فدراسیون چی با کلاب؟ با یک کلاب میتونه قرارداد کنه، اما با تیم ملی خود هیچ پلیر افتخار میکنه که در تیم ملی خود باید یا به یک ماش قرارداد کنه. اصول چی است؟ یک پلیر که بر تیم ملی جذب میشه از لحاظ شایستگیش، تکنیکش، تاکتیکش، برجستگی هایی که میارایی که بر تیم ملی است اونا جذب میشه میاین. اگر خلاف پالیسی فدراسیون فوتبال و خلاف پالیسی تیم ملی عمل کنه از تیم اخراج میشه. آیا فکر میکنین که باید کسایی که علیه فدراسیون فوتبال فیصلیشان نقد کرد اخراج خواهد شد؟ ما بیشتر رو مشاوره کردیم که با مربیشان به تماس شدیم. مربی خودش نوشته کرده بود. مربی هم خودش گفتن که ما اشتباه شده. این صلاحیت مربی نیست که مربی منیجر را تعیین کنه. اشتباه خود قبول کرد. خودش گفته و پلیرها و خودش برای ما گفت که ما برای پلیرهایی که در پیج خود نوشته کرده بودن راجع به تیم ملی با اونا صحبت کنم کی وظیفه و این صلاحیت شما نیست که چرا. کارگر صاحب، موضوع دیگر اشتراک شما در کنگره کنفدراسیون فوتبال آسیا است. یکی از انتقادهای بزرگ علیه که شما این است که از حق رأی خود استفاده نکردید و به جای شما سکرتر جنرال کمیته ملی المپیک افغانستان از رأی افغانستان استفاده کرد. میشه به مردم جواب بدید؟ نکته بسیار خوبی را اشاره کردید فرید جان. رأی افغانستان یک رأی است که هیچ کس صلاحیت تزور سر ندارد که یک رأی ملی کشور یک مملکت اول به گرو خود بگیره. اول یه سوال بکنید، کاش که 3 ماه قبل اوراق رایدهی یک اوراق اشتراک کننده که در این کنگره اشتراک میکنه بر سکرتر جنرال فدراسیون افغانستان او ارسال شده بود. ما داخلین دقایقی که وقت بسیار کم بود کنفدراسیون فوتبال آسیا تماس گرفت که افغانستان اوراق خود ارسال نکرده. اوراق ایره سوال شده که هیچ شخص حق نداره که حق رای یک مملکت ویتو کنه و یو را او را در گرو خود بگیره. ای همه تو شد او یه باید جوابگو باشه به مقامات عدلی و قضایی، کسی که حق رای افغانستان ای را نگاه کرده بود و بر ما در دسترس ما نگذاشته بود. سکرتر جنرال قبلی فدراسیون فوتبال افغانستان آقازاده که خودش به تعلیق بود 3 ماه قبل که ما در UFC رفتیم گفت 3 ماه قبل ای اوراق برای شما رای شده. زمانی که آخرین ساعتهایی که بود صفحه بسته می شد کنگره آسیا که کی حضور پیدا می کنه که افغانستان اوجا حضور نداشته. بالاخره از طریق المپیک یک چیز را براتون اشاره کنم فرجان اگر وقت باشه که المپیک چی هسته و فدراسیون فوتبال چی هسته. این ذهنیت ها برای مردم افغانستان خلق شده و در صفحات اجتماعی و نشر می رسانه که المپیک هیچ حق نداره. فدراسیون فوتبال جهانی، فوتبال فیفا عضو فعال IOC المپیک جهانی هستند. تمام مسائلات حقوقیشون که سبلاتر که انتخابات شد از طریق کنترل فدراسیون جهانی IOC شد، المپیک IOC شده. المپیک افغانستان برای المپیک افغانستان نام آمد که افغانستان چرا در کنگرس اوراق خود ارسال نکرده. المپیک افغانستان ما را در جریان گذاشت شما همچو فرم را خانه پوری کردین یا نه. بالاخره ما جواب دادیم که ما فرم در دسترس ما نرسیده. این چی کسی فرم در دسترس ما نگذاشته که پیشتر اشاره کردیم باز او باید جوابگو باشه. این فرم از طرف المپیک آسیا فدراسیون فوتبال آسیا بر المپیک روان شد و المپیک ایره بر دسترس ما گذاشته. در او وقت زمان صرف 1 ساعت از وقت مانده بود که افغانستان باید اوراق خود و اشتراک خود بفرسته. در این زمان فرم ما خودم خانه پوری کردم. سکرتر جنرال ما به تعلیق بود، ممنون خروج بود، معاون سکرتر جنرال نبود، معاون نداشت، مسئول بخش مالی ما در جلسه کفا در ازبکستان بود. ما از خواهش کردم از المپیک فدراسیون از سکرتر جنرال المپیک که تو حضور پیدا کو. این موجودیت از زود و قویتر ساخت هیئت افغانستان در اوج. حتی ما از آقای گواری خواهش کردم که اگر این قبول نکنه، ما گواری کمیشنر لیگ برتر است، ما از اونها خواهش کردم که شما میتونین. او لبای گفت که اگر ضرورت باشه ما میتونم که اوج اشتراک کنیم. حضور المپیک در اوج و اگر المپیک این صلاحیت نمی داشت
اوج اشتراک نمیکرد در میز رای دهی او را اجازه نمیدان کردن که اشتراک کنه. یعنی شما میگین اولم مشکل به وجود نامده. المپیک افغانستان ببینین، عضو المپیک آسیاس و عضو المپیک افغانستان است. سال گذشته شما شاهد بودین که انتخابات المپیک افغانستان شد. فدراسیون افغانستان عضو المپیک است. رفت یک رای خود استعمال کرد، رئیس المپیک افغانستان تعیین کرد. وقتی که المپیک افغانستان رابطه مستقیم، یعنی شما میگین قانون مشکل نداره؟ هیچ قانون مشکل نداره. ما چرا در مسابقات المپیکی چندین بار تیم فوتبال اشتراک کرده، امسال در مسابقات المپیکی 23 سال ما میره اشتراک میکنه. اما در فیفا یک قانون است که مداخله هر ارگان دیگر در کار فدراسیون فوتبال افغانستان مداخله شما داره. خب نکته را اشاره کردین، ای همکاری المپیک افغانستان بود. مداخله نیست. ما جا داره که ازشان تشکری کنیم. هیچ نوع مداخله در امور فدراسیون خود نه از دولت بوده نه از المپیک بوده و حمایتشان بوده. حمایت تشکر. حال هم وقفی کوتاه برمیگردیم. جناب کارگر صاحب، اتهام های بالای تیم دختران افغانستان نتیجهش به کجا رسیده؟ شما تعلیق بودین؟ برگشتین از طریق؟ نتیجه که شما سرپرست شدین تا حال چی کارهای انجام دادین؟ تشکر. بعد از اینکه از طریق ما خلاص شدیم، دستاورد را که فوتبال افغانستان رفت، یکی افغانستان خودش در حالت تعلیق بود که خوشبختانه از حالت تعلیق اخراج شد و مداخلاتی که از طریق نهادهای مختلف بالای فوتبال افغانستان میشد اونها هم برطرف شد و مجمع عمومی فدراسیون فوتبال افغانستان از ولایت افغانستان اونا جمع شدن، جلسه داشتیم با تربیت بدنی. از زمان دستاوردها مشخصی بودن که تیم ملی 23 سال ما برای مسابقات آسیایی در قطر حضور پیدا کرد و نتیجه قناعت بخش هم داشت. از نتیجه راضی هستین؟ از نتیجه راضی هستم. با ایجاد یک تیم بسیار تازه، یک دستاورد بسیار خوبه که ما قطر که تجربه جام آسیایی قهرمانی را داشتن، ما با او مقابله کردیم و هیچ نوع مقایسه ما خود با قطر و عمان، کشورهایی که در حالت رشد و پیشرفت و اقتصادی توانمندی اقتصادیشون ما هیچ، این نتیجه برای ما بسیار قناعت بخش بود. حضور تیم فوتسال ما، صاحب بخش ساحلی ما در مسابقات آسیایی در تایلند، این خودش یک دستاورد بود که بعد از این با هیچ نوع امکانات و یا پولی که پول ما که در سر موضوع پول سر بمیایم، حضور تیم ما در اوجا و حضور یک مربی خارجی آقای آشتانی برای امانگ سازی تیم ساحلی ما، این خودش یک دستاورد و همچنان اشتیانی قراردادش کوتاه مدت بود یا دراز مدت؟ قرارداد از این کوتاه مدت بود. به پایان رسید؟ قراردادش به پایان رسیده و او درخواست کرده اگر ما امکانات بودجوی ما خوب باشه و از سکتورهای خصوصی بتونه حمایت کنه، ما با او دوباره قرارداد میکنیم. و همچنان حضور تیم ملی ما بر مسابقات چهار جانبه در مالزیا و تمام برنامه ها از لحاظ فنی که بعد از 2019 که ما استعلیق میاییم، شما میبینید تمام برنامه های تمرینی ردای سینی تیم ما و تمام برنامه های مسابقات بانوان ما که شما میگین که حالت بانوان در چه حالت است، چه قسم است، یکی از سوال های مهم همی است که اون تشریح میکنه براتون. مسابقات بانوان ما، مسابقات فوتسالشان دایر شد، برنامهشان دایر شد، امیال تمرینات تیم ملی بانوان ما جریان دارد. دستاوردهایی را که ما در جلسه مالزیا داشتیم، یک سفر تیم بانوان ما به کشور تاجیکستان دارد و همچنان مسابقات فوتسال ما در ردای سینی. زمستان فصل است که فصل بازی های داخل سالون است و تمام از این مسابقات ما جریان، کورس های مربیگری ما در سطح مرکز و در ولایات افغانستان فعلا جریان داره. موضوع بانوان یا فیصله اتهاماتی که صورت می گرفته، ارتباط مستقیم با خود دولت افغانستان، با لوی سورنوالی افغانستان ارتباط مستقیم با اونا داره که چی قضایایی که دوباره این بروز کده در هوجه هست او سر او تصمیم شما موضوعات شریک نشده. اگر سوالاتی که راجع به ما میشه میاین از ما سوالات میکنن. وضعیت مالی فدراسیون فوتبال افغانستان در چی وضعیت است؟ وضعیت مالی فدراسیون فوتبال افغانستان، ما
یک بودجه دولتی داشتیم که خوشبختانه تشکری میکنیم تربیت بدنی که بودجه را به موقع و وقت زمانش در اختیار ما گذاشت که ما تانستیم تمام تیمای ما از او استفاده کند جیب خرچشان داده شد و تیم ملی ما حضور ما در کنگرس آسیا ای بسیار به مفاد فوتبال افغانستان و رسانه فوتبال افغانستان شده مثل که شما شاهد هستین که بعض از رسانه ها آقای کارگر حاضر نشد که جوابگوی سوالات ما باشه که حال ما حاضر شدیم که از حضور نماینده المپیک چرا حضور پیدا کرد امید است که مردم ایره قناعت کرده باشند و برای ما ارزش فوتبال افغانستان بالاتر است از ارزش برنامه یک تلویزیونی که ما در اوج حضور پیدا کنیم در اون شرایط زمانی که باید که ما از مالزیا برگشتیم برای ما مشکل است که مدفعتن بریم جوابگو برای رسانه ها باشیم و گزارش هایی را که برای ما وظیفه داده بود ما برای ایفسی ارسال کردیم نزدیک به 5 ماه می شود بعضی از کارمندان فدراسیون فوتبال افغانستان معاش نگرفتند. امیر اشاره میکردیم که یک دستاورد خوبی سفر ما به مالزیا بود. ما تماسای پیدا کردیم امرای فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا که AFC که خوشبختانه AFC بعد از بازگشتیم از 2 روز بعد صلاحیت پولی و مالی ما را برای بانک مکتوب فرستادن که اینا صلاحیت دارن که از پول خود استفاده کنن و بودجه ما رو برای ما ارسال کنن و همچنان فیفا ما با تماس با ای بی بانک با اونا در تماس گرفتیم و گفت لازم است که از فیفا هم همچون مکتوب برای ما ارسال شوه که ما روز گذشته با فیفا هم تماس گرفتیم ارسال میکنه انتخابات فدراسیون فوتبال افغانستان برگزار میشه؟ یکی از بحث اساسی و مهم ما چی در اول که بعد از تعلیق آمدیم درخواست ما از فدراسیون جهانی فوتبال فیفا انتخابات بود که ما یک انتخابات قانونی که مشروعیت حقوقی و قانونی فدراسیون برملا شود که ما داشته باشیم که ما فعلا زمان انتخابات گذشته که نداریم اولین درخواست ما در فیفا و با فاطمه سمورا سکرتر جنرال فدراسیون فوتبال افغانستان و سنجیف نماینده آسیا در فیفا اولین درخواست ما از فیفا می بود که انتخابات فیفا عنقریب برای ما اعلان انتخابات خواهد کرد برای ما اطمینان داد که ما آیت را میفرستیم یک بررسی کلی از فوتبال و مشکلاتی که بعض از ولایات داره که یا برطرف شده خلاف اساسنامه برطرف شدن مشکلاتی از ور دادن کاملا اونا را در اون نکته ما اشاره کردیم برایشان گفت او را در نظر گرفته بالاخره به یک نتیجه کلی با فدراسیون فوتبال افغانستان نه تنها برای ما هدایت داده برای المپیک افغانستان هم نیز نامرایی کرده که شما از فدراسیون فوتبال افغانستان پلیر ابو رئیسایی که بر کنار شدن با چی علت با چی دلیل خلاف اساس یکی از سوالا همین است بر از اون وظیفه کسایی که برطرف شده کسایی که الها سرپرست است کی رأی خواهد داد؟ پیش فیفا می مبهم است کی رأی پیش شما چطور؟ من این سوال از فیفا کردم ای باید شما پیش شما مبهم نباشه گفت چرا مبهم نباشه؟ 2 سال قبل شما آیت ایجا فرستادین بنا آقای کفاشیان و کاردونی آیت را فرستادین آیت چی تصمیم را اتخاذ کردن که برای چی راپور را برای فیفا دادن که شما تصامیر را می گرفتین شما امو کسی که برطرف شده بود امو کسی که سرپرست این شده بود با کلش ملاقات کردین بالاخره نتیجه نهایی چی هسته فیفا بالاخره یک تصمیم گرفتن که لست جدید را از ما خواست که برای شما قبلا هم لست که واجد شرایط برای رای باشه از فدراسیون فوتبال افغانستان درخواست کرده بودن که رهبری گذشته یا سکرتر جنرال گذشته او لست برشان ارسال نکرده بود آیا کاندید هستین در انتخابات آینده فدراسیون فوتبال افغانستان؟ برای ما نتایج فوتبال افغانستان و خود پیشرفت فوتبال افغانستان بالاتر از کاندید شدن ما برای فدراسیون به حیث رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان یعنی کاندید نیستیم؟ هدف ما خدمت برای فوتبال افغانستان است ما هیچ وقت مقام و چوکیر چی در گذشته و چی در حال که بوده ما نخواستیم فقط هدف ما خدمت برای فوتبال کشور ماست اما جواب نداریم اما کاندید نیست کاندید نیست فعلا کاندید نیست کارگر صاحب قرار است تا 4 ماه دیگر بریم به رقابت های مقدماتی جام جهانی با وضعیت فعلی چی میکنیم؟ مقام جا داره که ما اول تشکری کنیم پیشرفت
و بلند رفتن سطح فوتبال در یک جامعه و حضورشان در همچون رقابت های مشکل ضرورت برای حمایت داره. تا زمانی که ما حمایت دولتی، حمایت سکتور خصوصی و حمایت جامعه بین المللی را داشته باشیم، ما نمیتونیم که بگوییم چی بکنیم و در کجا میرسیم. ما باید، ما جا داره که تشکری کنیم از کمپانی الکوزای که تیم ملی فوتبال افغانستان هم قرارداد ندارم راجع. حال شما متوجه باشین که سوال ما آخر، جواب ما آخر شود. قرارداد ندارم. ما جا داره که از ایشان تشکری کنیم که تیم ملی فوتبال افغانستان سخت در سخت‌ترین شرایط حمایت کردند و در سالهای خوبی هم در اون زمان تیم ملی ما داشت. این که چه قسم از اون مدیریت، از اون پول، از اون مدیریت درست و سالم و یا ناسالم شده، او را ما میمانیم. آلیوم تشکری میکنیم از این که تا آخرین لحظه که اون مکلفیت های قرارداد را که برای 2018 داشت او را بر ما پرداختن. پولایی که در ترکیه مانده بود که پیشتر اشاره کردین که ترکیه تیم ما نتیجه نداد یا نبود، اما پولایی که مانده بود او را بر ما پرداخت. آخرین سوال آقای کارگر، با وضعیت فعلی، چالش های موجود و هزاران اگر و مگر دیگر، فدراسیون و فوتبال به کدام سو روان است؟ ما با می مشکلات ها، با می چالش ها، با هر چیزی که در فدراسیون فوتبال افغانستان هست، در حوزه فدراسیون، برنامه های فدراسیون فوتبال افغانستان پیش میره. ما در هیچ نوع برنامه های خارج از کشور حضور ما حتما در اوجه بوده، پیدا کرده با هر قسم مشکلات هایی که بوده، اما بعدا هم برای مسابقات ما حضور پیدا. ما نمیتونیم که یک کشور که در قدامت تاریخیش در فیفا و در آسیا ببینین، ما نمیتونیم که این قدامت تاریخی خود افغانستان هست. بسیار تشکر. بسیار تشکر.